اللهم صل على فاطمة بابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الموج أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظاً وقائدا وناصرا ودليلا وعيناً حتى تسكنه أرضك تعوى وتمتعه فيها طويلا سلام عليكم ورحمة الله هر ادب احترام محضر شما و تبریک این روز عزیز به معنی واقعی کلم قدیر دوم و حتی از این حیث که سال روز آغاز امامت امام حی و حاضرمون هست شاید از این حیث از قدیر هم مهمتر و تشکر از شما مردم عزیز اینکه هیچ مسئله مانع نمیشه که نسبت به محبتتون ابراز محبتتون به حضرت ولی عصر دوچار تردید بشین من زیاد با این مباحثی که یک جورایی شاید برخی از ما سخنران ها، یک جای آسمون رو به ریسمون میبافیم یه سری چیزها رو به هم رب میدیم که یک مسئله رو نتیجه بگیریم زیاد موافق نیستم مثلا می‌بینی روز آشورا هوا آفتابی میگن آقا ببینید خواد هوا آفتابی باشه که ببینید مثلا امام حسین چطور بوده اون بارون میاد میگن آقا نگاه کن ببین هوا آسمون هم داره گریه میکنه برای امام حسین نمی نمیدونم زیاد موافق نیستم اون تا راجع به این نوع برنامه چرا اینجا برای سی این نظری دارم زمانی که صحبت از استقاص است یه دمی خوام بیان برای امام زمان گریه کنن میگم خدا گریه کنن و ظهور رو بخوان اونجا زیاد مسئله پیش نمیاد یعنی میگم بیاید میخواد بیاد گریه کنید داره چه ای را داره استقاسه کنید اما وقتی صحبت از عهد و بیعت از همان ابتدا آزمون ها شروع میشه این یعنی اصلا در سنت شما در سیره اهل بیت هم شما میبینید وقتی اون فرد خراسانی رجوع کرد به امام صادق علیه السلام و عرضه داشت آقا صد هزار تا آدم داری برات میجنگن یک کسی که می جنگه برای یک نفر دیگه بیعت به طریق اولا انجام داده دیگه بعد حضرت فرمون صد هزار تا گفت بلکه بیشتر دیویس هزار تا و ما فقط تو خراسان داریم حالا جای دیگر رو نمیدونم بعد حضرت فرمون خب یه برو توی تنور گفت چیکار کنم؟ برو تو تنور و آقا به قولی ما رو گرفتیم تنور واسه چی؟ تنورم روشن از راه هارون مکی رسید کفشاشو از زیر بغلش برای عرض ادب فقط اومد یه سلام علیکی بکن و بره گوها رو برو تو تنور کفشاشو انداخت پرید توی تنور بعد حضرت هم رفت در تنور هم گذاشت دیگه داشت با این صحبت میکرد اصلا به حرفای و فرمایشات حضرت گوش نمیکرد فقط داشت به این تنور که این چی شد فلان بعد در تنور برداشت و ساله اومد بیرون گفت چند تا اینجوری داری گفت هیچی اینجا داستان فرق میکنه وقتی صحبت اینه که آقا بریم گریه کنیم پایه این گریه کنیم آقا دست بزنیم باشه این خوبه حالا بریم دست بزنیم اما صحبت در سر اینه که ما یه دیگه دوستان تماس میگفتن آقا برنامه برقراره برف داره میاد و برف یاد ما یه چیه الان که من دارم با شما عزیزان صحبت میکنم بچه های مشهد تماس گرفتن اکساشون الان فرستادن منو 20 30 سانت برف اومده برف اومده نشسته و روی مردم داره برف میاد و جوری که رو سر مردم برف نشسته چار پنج هزار نفر آدم اومده اینجا اینجا لازم نیست که مثل من بیا تقدیر بکنه مگه من, من نمانده امام زمانم که بخوام تقدیر کنم مردم ممنون از این که شما آمدید و مثلا شما تشریف آوردید روز بیعت به من چه وظیفتون رو انجام دادید منم هم وظیفم همین بوده وظیفه ما اساسا همینه که اگر یک جای آبروی روی اهل بیت وسط سنگ تمام بگذاریم اگر قراری باشه یه تقی به توقی بخوره یه برنامه عوض بشه آقا اینطور بشه اون مال جاهای دیگه است مال شیعه نیست مال همچین روزی نیست به اندازه کافی امام زمان من و شما مظلوم هست که همیشه نیمه شعبان باید تحت شعاع جشنهای خیابانی قرار بگیرد و نه ربیع هم تحت عنوان یک حاشیه ساخته شده توسط دشمن مشترک مسلمانان قرار بگیرد که حواسان نه ربیع جای دیگر باشد و قدیر مسلمانان قدیر شیعیان روز به امامت رسیدن امام حی و حاضرشان در محاق برود از من بپرسید من عرض میکنم ایدی ما به اهمیتی چون این روزی نداریم اینکه علمای ما بزرگان ما در حدیث داریم با قدیر قیاس میشه از این حیثه نکته ای رو من میخواستم ارز بکنم دام پناهیان پناهیانی اشاره فرمودن تکمیلش میکنم اینکه وقتی صحبت از امام قائم میشه می ایستن شیعیان دست بر روی سر میذارن به نشان احترام کاری که امام رضا یادمون داد چون خیلی از امام رضا میپرسن قائم شمایی چون ایشون احتمال به حکومت رسیدنش بود دیگه و خیلی هم اسمش سر زبونا افتاده بود اصلا اساسا دستگاه خلافت عباسی از این جهت امام رضا رو وارد حکومت کرد که دهنها رو ببنده بس که مردم شعار میدادن و فریاد میزدن بس دیگه ما خسته شدیم الرضا من آل محمد ما فقط راضی هستیم یک نفر از آل محمد به حکومت برسه اینجا بود که حضرت امام رضا رو قائم میدونستن برخی حضرت فرمودن نه من اون نیستم و نجواهای با امام زمان داشتن سید من که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است با این عبارت ها از امام زمان یاد کردن ادیه می میگفتن این علی ابن موسرزا در مورد او اینطور داره صحبت میکنه اون دیگه کیه؟ در مورد امام صادق علیه السلام هم این گمان بود که ایشون قائم میتواند و, و این هم بود اگر شرایط فراهم میشد میتوانست امام صادق علیه السلام قائم باشد حضرت فرمود خیر من نیستم ای کاش من دوران عمر او رو درک بکنم و اگر دوران عمر او را درک بکنم خادمش میشم این یه حرفی برای من شما داره اگر این لفظ از امام معصوم درجه اهمیت کار برای امام زمان رو میخواد برسونه اما امام زمان عجل الله یک جور این برنامه خودش رو اینجا ترتیب داده که همه قائم باشن همه وایستن چقدر میتونی وایستی قرآن سوره جمعه میگه یه تقی به توقی خورد یه تجارت و لحو لعب یه کاروان از شام اومد سر و صدای درست کرد دوازده نفر بیشتر پای منبر رسول الله نموندن همه رفتن برم ببینم یواشکی دند عقب از اون تایم مجلس در رفتن ببینیم چه خبره ده دوازده نفر موندن پر نماز جمعه پیامبر و این سوره نازل شد که و او تجارت او فقط کافی تجارت و لحب و لحبی ببینن انفض و و ترکو که قائمن تو قائم با استادی اینجا این قائمن دو معنی داره که اون ایستادن نماز جمعه شعن نزولی کن تو قیام کردی از غذا این آیه بسیار با وجود نازنین امام زمان عجل الله هم جوره که آقا جان تو قیام کردی تو سالهاست قیام کردی تو هزار و صد و خورده سال تو قیام کردی اما اگر آن ظهور شکل نمیگیرد به خاطر اینکه مردم سرشان در آخر تجارت و لحو لعب است حواسشون فقط به این از کجا پول در بیارن و این پول رو چطور خرج گناه بکنن اون روزی که اگر دیدید مردم از تجارتشون زدن از لح و لعب زدن و اومدن سراغ شما بدونید فهمیدن که شما مهمترین هستید شاید یکی از شاخصه های پیاده روی اربعین همینه که مردم از تجارت میزنن از غذا از جیب خودشون هم پول خرج میکنن الان خصوص میزبانان و سراغ لح و لعب نمیرن سراغ سفری میرن که از غذا میخوان سختی بکشن دیدید یک عد نادان به معنی واقعی کلمه صبح تا شب تبلیغ آقا اون هوا سردها ها مردم رو کاری بکنن که نرن اینا مسئولین مملکت ما بودن جلسه گذاشتن نامه بزنید به صدا و سیما که آقا مردم رو دیگه تشجیع نکنید از زیارت عربعین و پیاده روی عربعین نگید برید این آدما رو رصد بکنید ببینید زندگیشون به چه روزگاری خواهد افتاد تو صد راه زیارت ابا عبدالله میکنی کاری که متوکل کرد چون فلان مرد شلوغ شده خب ارزه داشته باش تو برو کار خودتو رو درست کن یک سال وقت نداشتی چطوری برای سفر به نمیدونم ترکیه و ارمنستان و کجا و کجا و کجا ویزاها رو برمیداری اینجا که یک نفر با خرج خود... خرجش رو گردن توه مثلا پول بیمه و ویزا و پاسپورت و بالا و پایین هم که گرفتی مردم میخوان برن با خرج خودشون هم میرن پذیرایشون هم گردن تو نیست جاخابشون هم گردن تو نیست دست تو هم نیست کار که نمی کنی به زعم خودت با یه سری از تمیهیدات تخیلی و وهمالود صد راه زیارت عبا عبدالله میکنی مگه نکرد متوکل این کار رو اگر دستور رهبری نرسیده بود برای لب مرز فکر کنم یه داستانی شبیه منام اونجا درست میکردم مسئولی که دقدقه مهدویت نداشته باشد دعم مهدویت نداشته باشد جایگاه و کرسی های سندلی های مسئولیت در جمهوری اسلامی جایگاه و سطل آشقاله و غیر این نیست دینداری بدون مهدویت دینداری باطله دین بدون امام زمان دینداری اونای کساییست که قرآن سر نیزه کردن هیچ فایده ای نداره روز و روزگاری که در آن نام و یاد امام زمان نباشه دو قرون فایده نداره ولو شما ده هزار رکعت نماز بخونی هیچ فایده نداره عزیز من که از اون امام زمان در نیاد سخنرانی مداهی که توش نگاه به مهدویت یک نگاه سمبولیک باشه که آخرش یه دعایی بر امام زمان بکنن و تموم بشه بره این دو قرون نمیارزه از این نمازها ها وحابی بیشتر از تو میخونن از این حج ها بیشتر از تو میرن ادهی دور امام حسین رو گرفتن آقا کجا داری میری؟ بشین اینجا تفسیر قرآن بگو یکی دیگه برگشت گفت حسین حیفی خوشگلی میکشنت خوشگلی میکشنت خودجوش بودن این مراسمات پرشور بودن این مراسمات خودش حرف عزیز دل من امروز اومدی اینجا بیعت بکنی اومدی تجدید عهد داشته باشی بیعت لوازم داره شروطی داره بیعت نیستش که من برم یه عشقی بریزم خب تموم شد علم دوله خالی شدیم از, 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 از فلان دعایی که کرده بودم هم خورد بود فلان فشار اصلا خب رفتیم گریه هم کردیم خالی شدیم علم دوله این نیستش عزیز دل من بیعت سختی داره میفرمان من معطولم ولم یه امام زمان ماته میتتن جاهلیه به مرگ جاهلیت مرده اون کسی که امام زمانش نشناسه ولو نماز بخونه ولو قرآن بخونه ولو حج بره ولو زکات بده ولو خمسش بده اینجا بیعت با امام زمان یعنی این که آقا شما دقدقی شناخت امام زمان داشته باشی و دقدقی این رو داشته باشی که امام زمان تو به مردم بشنسونی دقدقه اینو داشته باشی دست دو نفر رو بگیرم ببرم امام زمان آشناش کنم بیعت با امام زمان در درجه اول شناخت حضرته من باید بدونم دستم تو دست کی میذارم عهدی باید ببندی دیگه عهدم و عقدا و بیعتا له فی اونقی اینطور میشه دیگه اصلا خود امام زمان عهده خود امام زمان بیعته تو میخوای با خدا بیعت بکنی با امام زمان بیعت میکنی السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. می تو میثاق الهی که گرفت و تاکیدش هم کرد مهرش کرد محکمش کرد و وعد الله الذي نه و تضمین کردین این وعده رو ببین آقا من و شما یک روزی با خدا وعده کردیم عهد بستیم قرارداد امضا کردیم نوشتیم هزینه فست هم براش گذاشتیم که چه شود؟ که پاش وایستی بشناسیم امام زمانمون رو نگه نمیفرماد من یعلم بداند امام زمانش یعلم اسمش بله آه بلدم اسمش مهدیه نخیر خیر بشناسد صحبت از عرفان ایشونه مورد بعدی اگر عهدی با امام زمان بسته میشه اینا لوازم عهده ها اون آخر میخواد میساقنامه خونده بشه شما میخوای باش با هر بندش سه بار چهار بار نمیده چقدر در نظر گرفتن بگی لبه یا آمدی بدون پای پا چی, پا چی رو میخوای امضا کنی برید مکیال المکارم بخونید وظایف منتظران در ایام غیبت نوشته شده هفتاد هشتاد تا وظیفه است که وقتی خلاصش کنی اولوش مثلا بیستی تایی میشه اگر هدف قیام ابا عبدالله امر معروف و نهی از منکر بوده فکر میکنید قیام امام زمان این نیست چه چیز دیگه است بعد من میدونم هدف امامم این هست و هدف امام قبلیم این بوده بعد من چقدر قائل بر اینم عهد ببندی که آقا امر معروف بکنیم بزرگترین معروف هم خود امام زمانه مردم بزرگترین امر معروف امر مردم امر کردن مردم به شناخت امام زمان خودمون حرفی نمیزنیم که برو امام زمان تو بشناس مگه نه دینت رو حواسا دو قرون نمیارزه دین دارید و نهی از منکر بکنیم یاد بگیریم ترویج دهنده خوبی ها باشیم و اون دستورات الهی ما اگر می اومدیم مردم رو با مفاهیم و فرهنگ و سیره اهل بیت آشنا می کردیم می دیدید جامعه چطور حیات میگیره چطور جان میگیره همونطور که تو اربعین باید ببینید که اصلا یه آدمای های دیگن یه آدم های دیگن اصلا. انگار یه هفته یه پنجره باز میشه بعد یه هفته هم بسته میشه عهد با امام زمان یعنی این چه آقا جان من یاد گرفتم تو زیارتشو رو بیت یا میگه آقا سن سل انی سلم من سالم کن و هر مولا من هارم کن آقا من با اون کسایی که با تو دوستن دوستن با اون کسایی که با شما دشمنی دارن دشمنم و دشمنی با دشمنان امام زمان اگر ساری و جاری تو زندگی من و تو نشه دو قرون نمیارزه عهد من و شما دوستی با دوستان امام زمان که تو زندگی من و شما نباشه دو قرون نمیارزه عهد ما مگه میشه من منتظر حسین ابن علی باشم اما مسلم رو تنها بگذارم بگم نه من با تو کار ندارم بذار حسین اومد با اون بیعت میکنم مسلم نایب حسین ابن علی است مسلم دوست حسین ابن علی است مسلم در سلم با امام حسینه چون میگه این سلم من سالم کن من توی نگاه های سیاسی هم, هم نگاه هم میکنم دوسترین افراد به امام زمان رو انتخاب کنم و این دوست رو صرف حرف این آدم انتخاب نمیکنم، عملش رو می بینم چون قبلش رفتم ببینم امام زمان چطوره دیگه ها سیره امام زمان چیه ببینم اهل دست از چی میگفتن نگاه میکنم تو حرف این آدم در میاد میگم بسم الله آقا من تویی نه آقا بله این سلم من سالم کن بعد دشمن افراد علیه دین رو میره طرف مثلا باش دوست میشه باش ازدواج میکنه باهاش شراکت تجاری میکنه به عنوان یک گزینه سیاسی بر میگزینه عهد با امام زمان یعنی من بدانم آقا جان یکی از اصلی ترین موانع ظهور شما گناه های منه گناه های من یعنی اینکه من از اون آدمای شیعه تنوری ها نیستم یعنی یک جای بین شما و فلان گناه اون گناه شیرین تره میرم سمت اون او رو انتخاب میکنه بعد فردا روز یه میگه منو دستور جهاد بدم یه وقتی دیگه نفر پول گذاشت بسن یه وقتی دیگه آقای یه خانم اومد دل تو برد یه وقتی دیگه جاهی پستی مقامی به پیشنهاد دادم مگه نشد عزیزم فرمانده سپاه امام حسن رو با هزار هزار درهم معاویه خرید یک میلیون درهم پول داد و الله ابن عباس رفت سمت معاویه هشت هزار نفر رو هم با خودش برد هشت هزار نفر کل سپاه امام حسن دوازده هزار نفر بود دو سوم سپاه رو برد اینجا این امام امام منصوره این نیستش که این امام ظهور بکنه بعدش نعوذ بالله خدا بخواد مردم رو زایه کنه یا ایشون شکست بخوره نه این امام قطعا پیروزه فلز و آزمون ها قبلش گرفته میشه ما تو چقدر امام زمانی هستی؟ شاید یه آدم هم بتونه ده ساعت اینجا وایسته ها سر پا وایسته تو سرما تو برف تو بارون وایسته اما جای جاش که برسه جلو شهوتشو نتونه بگیره جای جاش که برسه این شهوت شامل انواع اقسامش میشه شهوت حب جاه و مقام و پول و جنسی و چه و چه و چه امروز دست امام زمان کجاست من بیام دست بذارم تو دستش باش بیاد بکنم قبل از شروع برنامه زیارت جمعه آقا صاحب زمان رو گذاشته بودم یکی از عزیزان سید اولاد پیغمه مجری برنامه عرض کردم که گفتم این تیکش فوشه به ماست شما چیه؟ گفتم المحذب الخائف گفتم اینجا داره میگه که آقا شما ترس از کشته شدنت وجود نداره وجود داره به خاطر همون یعنی ما بیورزه ایم هنوز یعنی هنو ما نمیتونیم جون شما رو حفظ بکنیم یعنی اگر بیای دشمنت میتونه خدای نکرده شما رو به شهادت برسونه این یعنی هنوز من به اون اده و عده نرسیدم اساساً جمهوری اسلامی برای همین شکل گرفته جمهوری اسلامی شکل گرفته روزی که بتونه از امنیت خودش و امنیت شیعیان رو ببین امروز ما داریم حواسمون به شیعه های نبل از زهرا هم هست حواسمون هوای شیعیان چی عراق رو هم داریم خب این یک یقینی است اگر ما نمی بودیم بغداد سقوط کرده بود پای این داعشی ها و تکفیری ها به حرم حسینی و علوی هم رسیده بود در کربلا و نجف با افتخار میگیم نه آقا جان داریم دفاع میکنیم ما ببینید می جنگیم همین الان برادران من و شما در قامت مستشاری تو موسل و حلب دارن می جنگن. این حرفه بیعت با امام زمان یعنی این که آقا این انقلاب مال شماست خون این شهیدا برای شما ریخته شده کسی برداشت دیگه ای داره نادانه این انقلاب دشمن هم زیاد داره منافق هم زیاد داره چیز جدیدی هم نیست حکومت پیغمبرش هم داشت حکومت امیر هم داشت هیچ چیز جدیدی نیست اما ما باید یاد بگیریم ابو موسی اشعری ها و امثال هم ما رو به ناکجا آباد نبرن گذشت اون دوره که ابو موسی اشعری بتونه مردم رو این طرف اون طرف رو کنه این یعنی فهم من بیشتر بشه این بیعت یعنی اگه من پایین انقلاب وایستدم برای شماست خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهزت خمینی محافظت به عهد یعنی این که من دائم محیای ظهور باشم دائم محیای ظهور بودن میدونی چی؟ یعنی این کاری که انجلیس های مسیحی سهیونیست تو آمریکا انجام میدن تو خونه‌هاشون آب کنسرو چه 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 آماده میگه چی شده میگه که هر لحظه ممکنه مسیح ظهور بکنه من نگفتم الان بره یه نفر نرم کنسرو ذخیره کنه و آب ذخیره کنه ها منظورم اینه بین تا چه حد ظهور مسیح رو جدی و واقعی میدونن انگار یه روز تلویزیون میاد به شما بگی آقا قرار آب قد بشه بعد قد بشه ها دو سه روز آب و برق نیست آب جمع کنی مهیای ظهور بودن یعنی این امر تأثیر بگذاره در چی؟ در انتخاب رشته من در انتخاب همسر انتخاب شغل انتخاب دوست همه جا امام زمان حی و حاضر خوب همه چی رو با ظهور بسنجم بگم الان این اتفاق این کاری که میخواد رقم این چه ربطی داره به امام زمان اگر کسی خدمت میکنه به شیعه خانه امام زمان به ایران به شیعیان داره خدمت میکنه این تمرینیه برای دولت کریمه امام زمان من اینجا دارم به شیعیانتون خدمت میکنم دوست دارم اونجا هم خادم باشن این خدمت حالا پزشک دکتر چه میدونم کارگر مهندس هر هست معلم استاد دانشگاه راننده تاکسی خودش رو بعد در این قامت قد و قواره ببینید که آقا این این سوارش میکنم این شیعه امام زمانه اصل بر تشیع این آدمه رفتارم باش مناسب باشه ها بهش محبت بکنم ها عهد امام زمان یعنی اون عبارت که امام صادق علیه السلام فرمود کن لنا زینا و علینا شینا مای زینت ما باشید نه مای ما بری ما یعنی آقا جان من یه جوری رفتار میکنم که بابت رفتارهای من کسی شماها رو سرزنش بگید شما رو سرزنش کنم بگه اینا, اینا. همین ای بابایی بود برای ما زمان صحبت میکرد همین یارو هم میره صحبت جمعه دعای ندبه از کجا میره دیدی چی جوری این رو دیدی؟ دیروز نهیدی داشت چی کار میکرد این نه عهد اون زمان یعنی این تازه یه صفحه دمو شد اینقدر بایی میستیم آفتاب درم <تصفح> شوخی کردم بابا <تصفح> درم افتاد عهد با امام زمان یعنی تأکید بر این مسئله آقا من در مقابل, در مقابل مشکلات خسته نمیشم مشکلات رو من خسته میکنم اینا از خودم نمیگم به مکشل مکارم بخونید یعنی همینا به قرآن بخونید در مورد اون قومی که آخر زمان میان و علم رو به دست میگیرن و ولایت علی رو بر دنیا حاکم میکنن اینطور آمده که ولا یخافون لوم تلائم از سرزنش سرزنش کننده ها خسته نمیشه آقا قرار کنه قرار کلیپ از همون بدن بیرون قرار مسخره بشیم هی به انها مختلف بریزن به هم این خیلی به لحاظ روانی تاثیر گذاره خسته نشی و لا یا خافون الله اومت الله ما در مقابل مؤمنین فروتنیم و در مقابل ظالم محکم میستیم در مقابل ظالم وایسه عمل روانی کنن اولین کاری که میکنن اینا چیکار میکنن ابهت اون فردو میشکنن با تمسخر حضرت نوح چقدر مسخره کردن خسته شد این دو سه مورد هم مونده کوتاه کنم عهد با امام زمان یعنی اینکه مهارت های لازم در آخر زمان رو شکست کنید. زیستن در آخر زمان رو کسب کنید امروز لازمه که اگه کسی میخواد تو آخر زمان زندگی کنه جنگ نرم و قواعدش رو بدونه جنگ سخت هم سر جای خودش هیچ وقت یه شیعه اش رو زمین نمیگذاره آموزش های لزامی رو میره میبینه می امام فرمود لشکر 20 میلیونی من یه روز برگشتم امسال عربعی می دوستم گفتم چقدر شبیه فرماش امام این نکته واقعا یه ارتش 20 میلیون هم بیشتر سی میلیونی شکل گرفته اون سر جای خودش اما تو آخر زمان بحث بحث فتنه های فرهنگی و جنس اینطوریه طرف میبینی با یه کلیپی تو تلگرام براش میاد ایمونش به باد میره نمی‌دونه تقتی نمیفهمه چیه اق... روش های رسانه ای و چه اینا رو نمیدونه یک زمانی لازم بود باز و بسته کردن کلاش بلد باشیم امروز اونم لازمه یه چیز اضافه هم باید یاد بگیریم امروز امروز اینها رو باید بفهمیم پیامبر ویژگیش اخلاق عجیب غریب ایشون بود انک علا خلقن و علا خلقن عظیم یک خلق اخلاق شاخص عهد با امام زمان یعنی اینکه به صورت عملی اخلاق رو در جامعه حرف نه به غیر علسنتو کن با حرف نه با عمل نشون بدم بگن دمش کمی آره زمانی ها و مورد آخر اینه که عهد با امام زمان یعنی این که پروراندن محبت حضرت تو دل حتما هر روز امام زمان تو روزه حاضر باشه شب قبل خواب اگه میتونم یه ده دقیقه نشد دو دقیقه با حضرت صحبت کنم بعد بخوابم یه گزارش بدم از روزم زیارت میرم به نیابت حضرت زیارت کنم روزی یه صفحه قرآن به نیابت از حضرت بخونم ثوابش رو تقدیم بکنم صدقه برای حضرت بندازم یا آقا من نگران سلامتی شما چون شنیدم روز خیبر امیر سرش درد میکرد میدونید اهل بیت هم مریض میشن من نگران نکنه شما سردرد داشته باشین این صدقه برای شماست پروراندن محبت این تأکید شده ها تو مکشال مکارم شاید بگم ده بخشش فقط همینه و از محبت امام زمان این طرف اون طرف گفتن هر صبح همون ما باید عهد با امام زمان ببنیم دعای عهد چجوری شروع میکنیم اون بخشی که ویژه یه عهد داره میگیم گل اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و اقدا و بیعتا له فی اونقی لا احول آنها و لا ازول و ابدا هر صبح بعد امام زمان. دعای ندبه رو پر جمع... با جمعیت بالا برگزار کنید رفتی دستتون اینا با امام زمان عهد ببن به حرف من گوش نکن اصلا با امام زمان عجل الله عهد ببن آقا این دو نفر رو به عشق شما میارم ما. آقا بیا بریم دعای ندبه خوبه آقا با اونجا بیا بیا اصلا بریم کل پاچه بعدش من اصلا بد میدم سبون من دعوتت میکنم این دو نفر من به عشق شما به محبه و با حوزه محبت شما آوردم این میشه عهد واقعی اینجوری دیگه آقا صاحب از زمان تو زندگی ما حضور واقعی داره نه سمبولیک این واقعیتی است که باید مد نظر خودمون قرار بدیم نکته آخرم هم, هم این که در ستاد عالی ساماندهی فعالیت‌های مهدوی یک ستادی شکل گرفته که فعالیت مهدوی دیگه ساماندهی میشه کل کشور مصوب شده دو تا برنامه یه استقاسه نخواهد بود این همون استقاسه است مراسم استقاسه با احیای مهدوی چون جنس شبیه همه شد همون شب نیمه شعبان و اون مراسمی که حضور خیابانی و مردمی در زیر آسمون در واقع بود شد همین برنامه چی؟ در واقع اید بیعت ما امام زمان و انشالله این به یک سنتی تبدیل بشه و هر سال پرشورتر برگزار بشه سرتون درد دادم از خواهی میکنم تأجیل در فرج امام زمان سلواتی من